همون شرکت هیولاها وقتی سالیوان و اون دوستش، اونم مجید آقا کریمیه کوچولو. نه نه اون وحید نفره. آ وحیدم خیلی خوبه. بعد اینا رو میندازنشون یه جایی که برف زیادی، اونجا یه دونه قول سرزمین برفا رو میبینن که باز ایشونه میگه چه یخ بسن به هیمالیا خوش اومده یخ بستنی میخوره عجیب رو بکنه. چرا نباید به من بگین یه آدم برفی موافق یخ بستنی نمیخوره؟ لیمویه لیمویه. آقا ما همه نقشای اون کار رو گفته بودیم، رو این هر اتودی میزدیم خوب میشد، خوشمزه میشد، ولی یه چیزی کم داشت شاب. هی من این نگاه میکردم بالا پایی میکردم گفتم چرا، هی فکر میکنم اینایی که میگیم هنوز این نیست. بعد خودش یه لهجه ای داشت. ببین ما ترجیحاً اون جاهای لهجه استفاده کردیم که کارگردان خود اثر در زبان اصلی هم از یک لهجه خاصی استفاده کرد، یعنی تعمد در استفاده از لهجه داشته و اونا این کارو زیاد میکنن برای اینکه گویش ها، فرهنگ ها و زبان های مختلفشون رو معرفی بکنن و مردم با شیرینی هاشون و در واقع آهنگ گفتارشون آشنا بشن. گفتم خب ما که داریم اینو به فارسی برمیگردونیم تو اینجا هم امانت داری کنیم، ما هم از لهجه های خودمون استفاده بکنیم. اما اونجا هنوز به فکر لهجه نبودم، فقط گفتم کاش این یه جور خاصی انگلیسی میگه ما بتونیم یه جور خاصی بگیم. تا اینکه یه شب من تنها داشتم دیگه، هیچ کس نبود، منو صدا بردار داشتم تست میزدم، یهو دیدم ای این شبیه هم در همسایگی پدرم اینا عزیز زندگی میکنه، همینجوری بود سلام علیکم حال شما خوبه؟ خوب هستم. خیلی آدم مهربان، از اون آذری های شیرین. گفتم این چقدر اون همسایه ماست. بعد همینجوری برای خودم یارو گوشی نگاه کردم گفتم میمالی ها خوش اومدین. اون گفت نو، من گفتم یخ ترجمه درست بود دیگه ترجمه. آره همینجوری گفتم خیلی خوب بذار بیام بیرون یه چایی بخورم یه استراحت بکنم ببینم به این نتیجه میرسم اینو منم اونا لهجه گفتن ما هم لهجه بگیم. گفتم خب بذار فعلا این وایسه. به صدا بردارمون صدا میکنم میگم آرش آرش این نگر دار یه دقیقه. گفتم اونم دیده من دارم تمرین میکنم رفته تلفنی چیز شاید رفت سرویس. اومدم بیرون دیدم تو اتاق فرمان چرخهای صندلی اینجوری رو حواس، اینم تو کنج اینجوری میگه فرصت نکرده بود تاک بگو باز. گفتم تو افتادی چرا؟ گفت جون مادرت آقای علی مردانی اینو همین جوری بگو. گفتم این اولین فیدبک وقتی این باشه آفرین همه کیف خواهند کرد. آفرین رفتم تو دیگه نوشتم گفتمش که این شد. بابا این همونی نبود که با کامپیوتر مسابقه میدادین صدا بردار؟ نه اون نبود، نه اون عالی بود. یه صدا بردار داشتم تا چند ماه هم از من بی خود بی جهت میترسید، من بعدم فهمیدم من نمیدونستم. بعد این همیشه تو گوشش یه دونه هدفون داشت، وقت نمیگیرم که نه 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 یه هدفون داشت فکر کنم رپ گوش میداد، خیلی دوست داشت اینجوری. بعد آره صدا بردار مثلا میگفتم که خب عزیزم بیا اینجا، بیا تو این لاین، اینو از اینجا به بعد بگیریم. بعد اینم گفت چا 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 من نفهمیدم چرا اینجوری این کارا رو میکنه. بعد یه وقتا میدم من خب با گوینده در حال گفتگو بودم، گفتم ببین لحن اینجوری کن اینجوری باید فرام میدم منتظر میگفتم خب ببین اونو فید کن، اینو این برداشت رو نگه دار، یکی دیگه از اینجا بگیر از اینجا. گفت باشه. و حالت اون کسی که گل میزنه شادی بعد از گل اینجوری میکرد، یه کنجکاو شدم گفتم چته چرا اینجوری میکنی؟ بعد گفت او این دفعه نگاه کن این دفعه نگاه کن. گفتم باشه. گفتم مثلا ببین ته اینو ببند این لاین اینو بیار پایین از اینجا ریکورد کن ضبط اینجوری شد. گفت آقا نگاه کن کشید عقب. گفتم خب چی؟ گفت ببین تازه داره انجام میشه، تازه داره انجام، از کامپیوتر میزد جلو مسابقه میده با کامپیوتر. با خودش مسابقه گذاشته بود که از کامپیوتر بزنه جلو. همه اونها رو که من میگفتم یه لحظه میگفت مثلا اینو میگیرم اینو فلان میکنم با اینجوری میکنم به طور فتوله اینی انجام میدم میکشید کنار. بعد تازه من میدم اونجا خط رفت جلو اومد پایین داره میگه چلو میشه چیز عجیب. خیلی خوب. گفتم چی قراره
از کی قراره کاپی چیزی بگیری؟ این مسابقه رو با کی داری میگی؟ با خودم کل انداختم. خیلی خوب.